فرنگیس مظلومم، مادر سهیل عربی. سهیل الان حدودا یک هفته است به من زنگ نزد، فقط اون هفته یه کوچولو به اندازه شاید یک دقیقه زنگ زد، صداش از زور درد میلرزید. گفت مامان من خیلی درد دارم، نمیتونم رو پام وایسم، همینقدر بدون حالم خوبه، نتونستم زنگ بزنم، نگران نشو. تا امروز، امروز زنگ زد یه کمی بهتر بود، گفت به خدا درد دارم مامان، ناراحت نشو از من، نمیتونم. بعد جامونم عوض کردن، همه بنده رو کردن تو هم فشرده کردن، از بچه های آبانی هم سایل رو جدا کردن، مبادا سایل مثلا یه چیزی بهشون یاد بده یا خط بده، ازش جداشون کردن. بعد میگفت حتی حسینی هم نمیتونیم بریم، حسینیه میرفتم میشستم اونجا مثلا کتاب میخوندم، مطالعه میکردن. بالاخره یه به اصطلاح براشون این یک تنها تفریحشون همین بود، اونم ازشون گرفته شده، چون تمام بچه های مریض رو به عنوان قرنطینه بردن کردن اونجا بدون دوا درمون. حتی میگه به شکلی که بعضیشون بنده خداها کنترل ادرار و مدفوعشون از دست دادن، کرونایی و غیر کرونایی رو همه رو کردن توی حسینیه و وضعیتشون خیلی خرابه، نه دوایی نه درمونی، فقط تنها چیزی که به وفور گیر میاد رأس ساعت دو مواد مخدر، متادون، بیدو، شیشه، هر چی که شما فکرشو بکنین دارن میدن به زندانیایی که معتادن، ولی از لحاظ درمونی و پزشکی اصلا، که سویل خودش هم به خاطر عمل رودش که انجام داده نمیتونه هیچ آنتی بیوتیک مصرف کنه. بعد الان خیلی وقت الان از دیگه داره نزدیک 5 6 ماه میشه که سویل بیزش آب آورده، هیدروسل، و این باید حتما به پزشک مراجعه کنه که من هر دری میزنم فایده نداره. خودش هم با اینکه اجازه به اصطلاح مرخصی رو رئیس زندان و هیئت مدیریشون به اصطلاح قبول کردم، من نامش رو دارم، من بردم دادم به وزیری، برای که منو راه نداد وزیری هم بهم قول داد، گفت من حد 2 ماه پیش بود، گفتن حتما من خودم میفرستم دادستانی، ما در شما با این وضع خراب پات بلند نشو این همه راهو بیا تا اینجا، ما بهتون زنگ میزنیم، که هنوزه که به من زنگ بزنن، هیچ کوچکترین کاری هم نمیکنم. وکیلش هم داره از این قانون تخفیف مجازات استفاده میکنه، ولی متاسفانه همجور که خودش گفت من چشمم آب نمیخوره که این قانون شامل حال سویل بشه، که خودمونم میدونیم مال از ما بهترونه، مال اختلاسگراشون و زندانیای مالی.